داستان سعید طوسی رو که بیادتون است، اکتشاف جدید در مورد سعید طوسی خیلی مهم است، ارتباط داره با مقام عظما، قضیه حمام منصور، آیت حجت الاسلام الله یاری، اینا رو که با هم جمع بکنید به یک نتیجه خیلی مهم میرسید. خوب دقت بکنید این مسئله رو. کمتر از یک هفته پیش یک عکس از صفحه تلگرام یکی از دوستان نزدیک سعید طوسی به اسم آقای امیر محمدزاده رو صفحه تلگرامی آمد نیوز منتشر کرد. متن چت آقای محمدزاده است با یه نفر دیگه. میبینین دیگه، محمدزاده کنار طوسی تو ماشین نشستن، عکسش هم داریم میبینین با پیرن زرد. طرف از محمدزاده میپرسه استاد چطورن؟ محمدزاده مینویسه تبرئه شدن، فعلا علنی نیست، فقط به خودشون گفتن. طرف میگه خب علنی نشه که فایده ای نداره. محمدزاده: ایشون هم ناراحت بودن از علنی نشدنش، امروز استاد گفتن که گویا اژه‌ای گفته که قرار علنی بشه. بله، پرونده شکایت از سعید طوسی بعد از 5 سال که از عمر این پرونده میگذشت، درست 3 ماه پیش برای اولین بار در برنامه صفحه آخر فاش شد. بذارین قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب، یه مختصری از پرونده سعید طوسی رو بازنگری بکنیم، بعد برمیگردیم. یعنی منظورم از اصل مطلب نقش رهبر معظم است در جلوگیری از پیگیری عادلانه پرونده سعید طوسی. خلاصه داستان این است که در نوروز 1390 چند تا از بچه های قربانی قاری معروف بیت رهبر، آقای سعید طوسی، از طریق آشنایی خانوادگی با یکی از افراد بیت رهبر میرن به این فرد شکایت میبرن که این استاد معتبر قرآنی افتاده به جون ما، که کاری بکنی. اون آقای محترم عضو بیتم میره شورای عالی قرآن که این جماعت و سعید طوسی هم عضو بشن. البته بگم سالانه 300 میلیارد تومان این شورای عالی قرآن بودجه داره ها. اینه کاراش. اون آقای محترم عضو بیت رهبر میره شورای عالی قرآن پیش طوسی، همون موقع به سال 90 بهش میگه که تو خلاصه آبروی ما رو داری میبری، یه نامه‌ای بنویس، توبه نامه‌ای بنویس و دیگه هم تکرار نکن این کار. خب این توبه نامه ها که دو تا توبه نامه هست، یکی اون توبه نامه است در واقع اقرار نامه های سعید طوسی است، یکی 29 فروردین 90 و بعد از 1.5 سال 11 مرداد 91، 1.5 سال بعد از اقرارنامه اول، بازم یه اقرارنامه و به قول خودشون توبه نامه از سعید طوسی میگیرن که مثلا دیگه تکرار نکنه، چون علارغم توبه نامه اول داشته همون کارها رو ادامه میداده. من اول یک اشاره‌ای بکنم به این توبه نامه ها که حالا فقط یکی دو خطش رو بخونم که میگم زودتر بتونیم بریم سر اصل مطلب. توبه نامه اول که در تاریخ 29/1/90 می‌نویسه این جانب سعید طوسی: در جلسه‌ای که با آقای فلان داشتیم قرار شد اشتباهات که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و انشاءالله تعالی خدای متعال از سر تقصیر همه ما بگذرد، درگذرد سعید طوسی 29/1/90. بعد یه سال نیم بعد که میگم این جناب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه‌ای که با آقایان فلان 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 داشتیم که بدون دروغ، اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم فلان، حالا من مقدم سید علی مقدمش رو میگم که رئیس شورای عالی قرآنه، حدود 1.5 سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز و نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود 1 سال پیش با آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. من از امروز قول میدم که اشتباهاتم تو پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را تکرار نکنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم فلان فلان. بله،
11/5/91 اینم انگشت آقاست. ببینین اقرار هر متهمی مهمترین سنده که قاضی مجازاتش رو بر اساس اقرار او تعیین میکنه. این آدم با صراحت اقرار میکنه دوبار به فریب جنسی کودکان. بله، این بود جریان آقای سعید طوسی، قاری ممتاز بیت رهبری که با آقای خامنه‌ای هم ارتباط مستقیم داشتن. حالا دیگه نمیشه همه چیزو گفت در تلویزیون. کلیپ بعدی رو گوش کنید. اولیای بچه‌ها میرن سال 91 شکایت میکنن به قوه قضاییه از بیت خلیفه مسلمین که نصیبی نمیبرن، یعنی از سال 90 که میرن به اون آقا میگن و اونم میره دوتا توبه نامه میگیره، هیچ نصیبی نمیبرن، میرن شکایت میکنن مستقیم به قوه قضاییه، یعنی پدراشون اولیاشون، که در تاریخ 23 مهر 91 آقای قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران تقاضای تعیین کیفر برای سعید طوسی میکنه، یعنی جرم محرز علماور و معید وقوع جرم به عاده پرونده و وضعیت خاصه متهم که از قاریان معروف کشور است، دلائل ابرازی علماور و معید وقوع جرم نمی باشد، لذا این جانب با قرار مجرمیت صادره مخالف بوده و عقیده به منع تعقیب دارم. 92 داستان تهران اینجوری پرونده رو می بند. صادق لاریجانی میگفت کی گفته مخدومه بشه؟ داستان تهران اینجوری نامه می نویسه به دستور صادق لاریجانی پرونده مخدوم. کی؟ 16 اردیبهشت 92. خب شاکی ها میرن دوباره پیگیر قضیه میشن، ول نمیکنن. وقت هم داشتن بعد از اینکه این قضیه ده روز وقت داشتن از نظر قانونی که اعتراض کنم، در نهایت هم پرونده میره زیر دست قاضی حیدری. قاضی حیدری 4 سال حکم زندان میزنه برای سعید طوسی. دادنامه و اعلام حکم. پرونده با اعتراض سعید طوسی میره دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی احبارکی. قاضی احوارکی باید حکم بده دیگه. قبل از اینکه قاضی احوارکی حکم بده، غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران که خیلی خیلی آدم محبوبیه این شخص، این آقای اسماعیلی شخصا میره پرونده رو از احوارکی رئیس دادگاه تجدید نظر میگیره، بایگانی میکنه تو کشو میزش. قاضی احوارکی هم اینو اعلام میکنه، اینو فشار میاد بهش، اینا میگه آقا جون ما میگیم بسم الله تعالی، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با سلام، احتراماً عطف به نامه شماره فلان، پرونده کلاسه فلان مربوط به آقای محمد گندم نژاد طوسی، یعنی سعید طوسی، توسط رئیس کل دادگستری استان تهران از شعبه گرفته شده و تاکنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 احوارکی و تاکنون هم عودت داده نشده است. بله، تو همین دوباره که سعید طوسی محکوم شد و باید میافتاد زندان، یکیش سال 91 که الان خلاصه شو دیدین به صورت رد شدیم، یکیش سال 92 با قرار مجرمیتی که جعفری و کیان منش صادر کرده بودن و یکیش سال 93 که قاضی حیدری 4 سال حکم میزنه برای طوسی، هر دوبار با وثیقه شورای عالی قرآن زیر نظر آقای خامنه‌ای و چند تا قاری دیگه، حالا وقت اگه شد من اسمشون رو میگم که کیا میرن پول میذارن برای اینکه بشه کفالت طوسی رو بکنن بیارن بهشون بیرون. قاری قرآن هم شورای عالی قرآنن. آقا زندان نمیره، بار اول با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد میشه، بار دوم با کفالت 500 میلیون تومانی. حالا همین آدمو که پرونده تعرض جنسی به بچهای مردمو داره، دوبار محکوم شده، حالا با هر مجازاتی، اینا جزئیاتش قبلا گفتیم بماند، همین آدمو که دوبار محکوم شده، همه میدونن وقتی مجلس شورای اسلامی میخواد کارشو شروع کنه برای تبرک میبرنش مجلس قرآن بخونه. محضر آقا هم که پارسال مرمزون قرآن میخوند و آقا هم باش همخوانی میکرد و کله شده گوه میداد و حالا تو برنامه خواهید شنید که این قرآن خونی محضر آقا زمانی است که دست کم از 3 سال قبلش رهبر معظم از کارهای خلاف این آدم خبر داشت. کارهای خلاف که میگم، هم خیلی کارهای خلاف میکنم. نگاهشون رو که بهم دیگه دیدید، آقای سعید طوسی، آقای خامنه‌ای. این کلیپ خیلی مهم است. این شما رو با راز سعید طوسی و خامنه ای و حمام منصور و حجت الاسلام حسن علایاری آشنا میکنه. یک لغزی بود اینجا که یک معمایی بود در این داستان که
اینجا افشا میشه. خب حالا خبرهای غیر رسمی میرسه که سعید طوسی تبرئه شده. همین اواخر بود. بعد از افشای این پرونده تو صدای آمریکا این حضرت حجت الاسلام و المسلمین دادستان کل کشور آقای منتظری اومد گفت چرا انقدر سر صدا میکنین؟ این بنده خودم یه آدمی مثل بقیه، اگه جرمی کرده خب بررسی میشه. اگر چنانچه بررسی میشه، اگر جرمی واقع شده باشه مثل بقیه مردم قطعا باش برخورد میشه و نشده باشه طرف تبرئه میشه. ما با چه اجازه شرعی و اخلاقی بیایم اینجور حیثیت و آبروی افراد رو اینجور ببریم و یک حیثیتی از افراد باقی نگذاریم تو جامعه؟ چی بررسی میشه؟ 6 سال بس نبود بررسی شواهد و دلایل کافی و اقرارنامه های متهم و نوارای ضبط صحبت های تلفنیش و صحبت 4 تا شاکی و 8 تا شاهد تو دادگاه، اینا بس نبوده برای بررسی؟ آبروی این بچه ها برده نشده؟ اصلا شما میفهمین آبرو بردن یعنی چی؟ که جناب آقای خامنه ای به سعید طوسی در بیت رهبری نیاز داره. حالا در ادامه ما اینو انشالله نشون خواهیم داد تا جناب حجت ابوالقاسم متوجه بشن که تن فروش و خود فروش کیه، رهبر معظمتونه. چرا طرف با این همه شواهد و براهینی که هست نمیره زندان؟ چون اگر ایشون 4 سال بره زندان، مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظما خامنه ای چیکار میکنه در بیت رهبری؟ این درد فراقیشون آخر میزنه به پروستاتش که دیدید که جریانش کار به عمل جراحی رسید. حالا ببینید ادامه یکی بچه خودتون آقای منتظری، آقای دادستان کل کشور امام زمان، بچه خودت تا حالا نرفته پیش سعید طوسی؟ جرأت داری بفرستیش پیش سعید طوسی؟ تنهایی؟ با یکی از قربانی های سعید طوسی صحبت میکردم، میگفت تو 6 سال گذشته از وقتی پدر مادرهای ما به بیت رهبر و به شورای عالی قرآن اطلاع داده بودن که سعید طوسی یک متعرض جنسی به بچه های قرآنیه، از اون موقع به ما گفته میشد که رهبر معظم پشت سعید طوسی. زیر قبلش شکایت با قائم مقام شورای عالی قرآنی صحبت میکردیم، گفتیم که شما وقتی از این موضوع مطلع شدید توبه نامه دادن، توبه نامه اول، چرا این قضیه رو ماستمالی کردید؟ چرا پیگیری نشید؟ یه سال نیم گذشته بود بعد ما شکایت کردیم، مثلا بعدا پدر و مصمم شدن که شکایت مطرح کنن. بعد ایشون گفتن که آخه این حرفایی که وصلهایی که شما به ایشون با آقای طوسی میچسبونید اینا اصلا به عقیده من درست نیست، اینا بچه هم نمیفهمن. بعد میگفتن که آقای طوسی شخصیتی هستش که حضرت آقا اگر ماهی یک مرتبه ایشون رو نبینه میگه آقای طوسی کجاست، بیاد میخوام ببینمش. عشق مقام عظمای ولایت به حاج سعید طوسی، اگر ماهی یک مرتبه نبینه اصلا. آقای ابوالقاسمی، به این میگن تن فروشی. ببینید، من به شما پیشنهاد میکنم برید پیش مقام عظما یک کمی نصیحتش بکنید. ریشش سفید شده، ادعای به اصطلاح رهبری جهان اسلامو داره، یعنی زشت بده اینطوری، یعنی رهبرتونه و دیگه واقعا خوب نیست. یعنی مردم ما یک مرتبه اگه آش سعید طوسی رو نبینه مقام عظما اصلا دلش میترکه. این است آقای ابوالقاسمی، چون اینجوری جوابا خوشتون میاد. حالا تازه ادامه داره. بله، این دلبستگی و شیدایی البته سابقه طولانی داره، سابقه بذارین بشنویم، سابقه آشنایی و نزدیکی سعید طوسی با رهبر معظم. این قسمت خیلی مهم است. بعد از این که انشالله ما کلیپی از حسن علایاری در مورد حمام منصوری مشهد و دوران نوجوانی مقام عظما نشونتون دادیم، بعد متوجه میشید که اینجا رو خوب دقت بکنید. سابقه آشنایش آقای محمد گندم نژاد طوسی که مشهور از سعید طوسی، متولد 1349، اهل مشهد هستند و
و اصالتا اهل قندهار افغانستان هستن که پدر بزرگیشون از اونجا به مشهد مهاجرت میکنن. بعد از کودکی اینا به مسائل قرآنی و اینا علاقه من بودن. به همراه پدرشون آقای علی اصغر طوسی اینا در جلسات مختلف از اساتیدی بهره می‌بردن، همچون آقای رحیمی، آقای حسنزاده که از اساتید مبرز مشهد هستن، و من جمله آقای خامنه‌ای که حالا سابقه آشناییشون برمیگرده با آقای خامنه‌ای به سال 54 شب عید فطر ماه رمضان که در اونجا تلاوتی از آیات قرآن رو انجام دادم و مورد تشویق ایشون قرار گرفتم. و خاطره هم هستش که ایشون هیچ وقت از بیان اون قفلت نکرده و یکی از افتخارات خودش به حساب میاره این رو، حتی توی دادگاه هم کرارن این رو گفته، این رو دامن میزنه که خلاصه یک افتخاری هستش برای خودش. ایشون حالا در اونجا که آشنا میشن اینا از همون مسیر کرامت و اینها سال 54 که مثلا 5-6 سالشون بوده اینا در جلسات قرآنیشون شرکت میکردن و شاگرد رهبری بودن. بله، این ماجرای جایزه دادن خامنه‌ای به طوسی 5-6 ساله که مربوط به قبل از انقلاب جزو افتخارات ثبت شده طوسیه، ثبت شده که بله داریم میبینین دیگه، خاطرات بزرگان درباره مقام معظم رهبری، سایت حوزه.net که میگه آقای سعید طوسی که در آن زمان پسر بچه بود آیاتی از قرآن را تلاوت کرد، پس از تلاوت آقای ایشان را صدا زدند و به روی دست پسر بچه را بلند کردند و رو به جمعیت فر. حالا خود پسر حالا همون پسر بچه بزرگ شده به روی دست پسر بچه های دیگر را بلند میکنه. به روی دست آقا خامنه ای به روی دست پسر بچه یعنی سعید طوسی کوچولو رو بلند کردند و رو به جمعیت فرمودند این پسر بچه را ببینید که چقدر خوب قرآن میخواند، از این فرزند یاد بگیرید و بروید قرآن را فرا گیرید. بعد مبلغی به عنوان هدیه دادن اینا. بله ببخشید، بفرمایید. محل سکونتشون توی مشهد واقع در خیابان طلاب بوده که در اونجا مشغول به شغل آرایشگری بودن و حالا بعد از اینکه منتقل شدن به تهران، حالا داستانش رو عرض میکنم که چه شکل شد، به چه شکل بود مهاجرت ایشون از مشهد به تهران. بعد از اینکه اومدن تهران شغل آرایشگری رو کنار نذاشتن، به عنوان آرایشگر مخصوص رهبری منصوب شدن، یعنی آرایشگرشون هستن. بعد تصور کنید بینندگان عزیز، حضرت مقام عظما خامنه ای زیر دست آقای سعید طوسی بوده و ایشون آرایش میکردن. یعنی الان دیگه سررشته موضوع شد دستتون اومده باشه، ارتباط خامنه ای در مشهد، حمام منصور مشهد، به اصطلاح چهار شاهد عدلی که ادعا شده که میارن و ثابت میکنن که ایشون در حمام مشهد، در حمام منصوری مشهد لواط میدادن آقای خامنه ای. ادامه کلیپ رو با هم ببینیم. آرایشگر ایشون هستن. بعد در ضمن که استاد آقای مجتبی خامنه ای هم بودن و این گونه چیزها همه مزید بر علت هستش که واقعا ایشون پس از گذشت 5 سال یه جورایی برای ایشون مسئولیت آورده اینجور قضایا. بله. همچنین آرایشگر به اصطلاح آقای خامنه ای است و مشکل بزرگتر این که آقا مجتبی خامنه ای هم زیر دست ایشون بزرگ شده که چه بلایی از اون بیچاره بدبخت در آورده باشه. کلیپ بعدی رو ببینید. بله. حالا چجوری سعید طوسی در ارتباط با آقای خامنه ای از مشهد به تهران منتقل میشه؟ به گفته خودشون عرض میکنم توی دادگاه کارکنان دولت که پرونده زیر دست قاضی حیدری بود، گفتن که در سال 1384 به آقای خامنه ای نامه می نویسن و ازشون درخواست میکنن که به تهران بیان. آقای خامنه ای هم موافقت میکنن، ایشون میادن تهران. بعد یک خانه ای به ایشون میدن واقع در میدان فاطمی تهران، بلوار سیمین دخت شمالی، کوچه وحید.
که اونجا یه ساختمون سه طبقه هستش که در شورای عالی قرآنی تنها سه نفر هستن که خانه سازمانی دارن، یکیش آقای طوسیه، یکیش آقای سید علی فرابی قائم مقام شورای عالی قرآنه، یکی هم آقای محمد جواد کاشفی که مسئول نوجوانان جامعه قرآن کشور توی همون شورای عالی قرآن. بعد از این که ایشون میان تهران، اینها این منصب ها خلاصه به دوششون نهاده میشه، میشن مسئول کارشناس نوجوانان جامعه قرآنی کشور و همچنین میشن کارشناس قرآنی تو رادیو قرآن، اینها مشغول میشن. حاج آقا طوسی وقتی منتقل میشن تهران این مسئولیت ها رو بهش میدن همزمان با مسئولیت های اصلیش تو بیت، یعنی آرایشگری رهبر معظم و معلمی مجتبی خامنه‌ای برای تلاوت قرآن و ترتیل. حتی ما حالا اینجا لازمه که این نکته رو هم ذکر بکنیم، وقتی که روند بررسی شکایت و اینا نامید شده بودیم در دادگاه و اینها، یک واسطه از صدا و سیما پیدا کردیم که رفتن یه جوری به گوش آقای مجتبی خامنه‌ای رسوندن، گفتن که بله این آقای طوسی دارد مثلا به پدر شما نسبت‌های میده، میگه که مثلا ایشون پرونده رو دستور داد جمع بکنن، اینو نوار صوتیش هست و فلان اینا. بعد آقای مجتبی خامنه‌ای هم حالا اونطوری که به ما نقل کردن خیلی ناراحت شده بوده، گفته کی گفته که همچین چیزی پدر من گفته، شما بیایید مدارک رو برید من میرسونم دست خود پدرم. بعد ما هم خلاصه یه پیج کاملی از این مدارک رو، حالا هم فایل صوتی و هم مدارک دیگر رو زمینه کردیم دادیم دست ایشون، آقای مجتبی خامنه‌ای داده بودم به پدرشون. ولی حالا از اون جریان ماها میگذر اصلا هیچ خبری هم نشد از اون موضوع. البته قبلا هم نامه مفصلی بود که سال 92 بعد از منع تعقیب قرآنی به دستور رهبری ساخته شده، مستقیما هم زیر نظر ایشون داره میشه. بعد شامل بخش های مختلفیه که یکی از اونها مرتبط به امور قرآنیه و برگزاری کلاس های قرآنی برای رده های سنی زیر 16 سال که میشن نوجوانان و بزرگ سالان که میشن بالای 16 سال، واقع در مجتمع حسینیه امام خمینی هستش. بعد برای هر کدوم از این قسمت ها فعالیت های خاصی تعریف شده و انجام میگیره که ولی اطلاع دارن از جریاناتی که اونجا رخ میده و اینها، اینجا نیستش که بی اطلاع باشه، نه همه رو مطلع هستن که مثلا فعالیت هایی که اونجا صورت میگیره، خصوصا همین جلسات نوجوان. ببین چقدر موثقه این خبر غیر رسمی تبرئه شدن سعید طوسی. اخیرا از طریق منابع موثق از قوه قضاییه به ما خبر دادن جلسه ای تشکیل شده در همون دادگاه تجدید نظر و اینها که از اعضای قوه قضاییه و اینها تو اون جلسه حضور داشتن، دارن تصمیم گرفتن که حکم به براءت بهشون بدن، این تبرئه کننشون رو. بعد حالا اینجا سه حالت وجود داره، به ما گفتن که یا همون شعبه 56 که قضاتش همون آقای احوالکی باشن و همون مستشارهایی که بودن آقای رمضانی و آقای آجیده، اینها میخوان این کار رو انجام بدن تبرئه رو بزنن، یا اینکه همون شعبه 56 میدن و مستشارها رو عوض میکنن، این آقای احوالکی رئیس شعبه هستش و اون دو نفر رو جایگزینشون کسای دیگه میارن، یا اینکه کلن یه خبری هم به ما رسیده که شاید اصلا بدن شعبه یک بررسی بکنن که آقای لطفی که اونجا سرپرست همین امور هستن، پرونده رو ارجاع میدن به شعب مختلف جهت بررسی، حکم بدن، یا خود شخص غلام حسین اسماعیلی. یعنی این احتمالات وجود داره، اما این به ما رسیده که بله مصمم هستن که حکم تبرئه ایشون بدن. بله خب دیگه بعد هم حکم تبرئه بدن چون مقام عظما بدون ایشون نمیتونه زندگی بکنه. آقای ابوالقاسمی بعدش هم آقای صدیقی هم که
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بودم باید این موضوع رو پیگیری می‌کردم ولی ما رفتیم خدمت ایشون، ایشون گفتن بعد یه باند و شبکه‌ای هستن تعبیر ایشون، این پرونده رو جلوشو گرفتن و ما هم حقیقتا زورمون به ایشون نمیرسه، شما دیگه تکلیفتون رو انجام دادید رها بکنید و اینها، انشالله خداوند چند سال دیگه مثل پرونده باند مهدی هاشمی اینا رو رسوا میکنه بین تعابیری که شما گفتن خدمتتون عرض میکنه. چه زمانی که آقای صدیقی میگفت یه باندی مانع پیشرفت این پرونده است؟ وقتی خود ایشون مقام قضایی بود، رئیس سازمان قضایی چیه؟ دیوان عالی قضات این مقام رو داشت تا سال 92. آیا قبل از اون بود؟ منظورم اینه که زمانی که ایشون این مقام رو داشت یا بعد از اینکه برکنارش کردن، چون توصیه میکرد که پرونده پیگیری بشه. ها؟ آخه گفتن که حالا که مثلا دادسرا اینا اینطوری دارن برخورد میکنن، قانونی عمل نمیکنن، بریم یه نامه آقا بنویسیم این قضیه رو پیگیری بکنن. بعد ما رو ارجاع دادن به بازپرسی، عذرخواهی میکنم، بازرسی بیت رهبری آقای ناطق نوری. ما رفتیم اونجا خدمت ایشون، بعد یه نامه ای نوشتیم، بعد به زمینه دو تا توبه نامه همین شخص آقای طوسی، دو تا توبه نامه هم زمینه کردیم و اینها، بعد گفتیم که اینو پیگیری باشیم، ما حالا به آقا خبر بدید این مطلب رو که گیر کار کجا هستش، چرا اینا اینطوری بررسی نمی کنن. آقای ناطق نوری از اون بعد یه حرکت هایی کرده بود، حتی رفته بود مجمع تشکیل مصلحت نظام، اونجا با آقای لاریجانی اینا یک جلسه ای بود، ایشون رفته مجمع تشخیص مصلحت نظام که به اونا بگه که بابا این ارزش رهبر شدن نداره مقام معظم، چون گرفتار سعید طوسی است و دل نمی کنه از این آقا، اما دیگه کاری که نباید بشه شده. هی جلسه بوده، حالا اطلاع ندارم چی بوده، راجبه چی بوده موضوعشون. اونجا دیده بود ایشون رفته بود با آقای خلفی، گفته بودش که آقا این پرونده این کاری قرآنه این سعید طوسی کجا هستش، بعد آقای خلفی هم گفته بوده که پرونده رو میره حاج آقا آسفه آقای لاریجانی، بعد ایشون هم رفته بود اونجا اینو گفته بود به آقای لاریجانی، گفته بود پرونده هست شماست، بعد آقای لاریجانی هم گفته بود پرونده دست من نیست که اینطوری میگفتن، خیلی مثلا حسابانی شده هم از این هم چرا دروغ به من داره میگه. بعد از اینکه حالا اون نامه رو به آقای خامنه‌ای داده بودن، توبه نامه هایشون، اون نامه که ما نوشته بودیم تعالیش پنج صفحه بود، بله شما اینو پیگیری بکنید که چرا اینطوری برخورد میشه، چرا شکایت ما بررسی نمیشه، غیر قانونی دارن عمل میکنن. آقای ناطق نوری عید مبعث بود سال 92، رفته بود پیش آقای خامنه ای، بعد گفته بودش که آقا شما چرا این قضیه رو پیگیری نمیکنید، من از شما گله مندم. بعد آقای خامنه ای هم به آقای ناطق نوری گفته بودش که من هم از شما گله مندم، شما اصلا چرا این قضیه رو پیگیری کردید؟ گفت من حقیقتا اینقدر تالا با ایشون به چالش کشیده نشده بودم، و ایشون به من با ناراحتی گفت شما چرا پیگیری کردید این قضیه رو. بعد من هم نظر فقهیشون رو گفتم، گفتن که اثبات اینجور قضایا سخته و اگر این افراد شاکی نتونن اثبات بکنن خودشون قصف میشن، بهشون قصد تعلق میگیره، یعنی جای شاکی متشاکی عوض میشه، اعاده حیثیت صورت میگیره. بعد گفتن که این مسئله برای خانواده ها خوب نیست. بعد گفتن که آقای خامنه‌ای و آقای ناطق گفتن که حالا یه نفر اومده یک ادعای کرده، اونم جدید دیرش منکر شده، اینکه دیگه وقتی طرف منکر شده دیگه نمیشه اثبات کرد اینا، در حالی که حالا ادله ما خیلی قلوب، مثلا دو تا توبه نامه که خودش نوشته آقا من این کار رو کردم، نو حلقه سیدی بود که یه پخش کردید دیگه، بعد اون همه شاهد و گواه و اینها اومدن، بعد پیامک های گوشیشون بود، همه این ادله و قرائن اینها خیلی واضح بود، پرونده یعنی جای ابهامی نداشت، برای اینکه حتی مجرمیت هم زده شده بود اما نداشتن پیگیریش. بعد آقای خامنه‌ای گفتن بله اینو
نه یه نفر ادعای کرده اونم منکر شده. من گفتم اینا نباید اصلا تجسس میکردن در این قضیه و دیگه حقیقتا اینا گفته بودن. بعد آقای ناطق اینا رو به ما انتقال دادن پیغامشون رو، بعد گفتن که بله شما چند تا راه دارید، یکی این که این قضیه رو مثلا بیاد از همون روال قانونیش رو پیگیری بکنید، یه راهی هم دارید که خودتون برید دست به کارشی یه بلایی سر این شخص بیاری. گفتم ما حدیث هم داریم در این زمینه. بعد گفتن که بله حالا ظاهرا آقا منو توبیخ کردن نمیذارن من پیگیری بکنم. گفتن که آقا ولی اینطوری گفتن، ما گفتن که آقا ولی شما هستش، این قضیه رو قیچی بکنید، به همین تعابیر قیچیش بکنید. بعد حقیقتا ما همون گفتیم که آخه ایشون اینطوری میگن، اینطوری صحبت میکنه، اگه برای پسر خودشون هم بود همینطوری برای خود میکردن، یعنی همچین موردی برای پس قرزن به خودشون به وجود نه اینطوری برای آخه تجسس که وقتی طرف سالها بشه تعرض جنسی میکرده به نوجوانان زیر دست خودش، نبا اشتیاق و علاقه به قرآن اومده بود اونجا، بچه های پاک معصوم که اومده بود اونجا قرآن یاد بگیرن با چنین مشکلی مواجه شدن، این سزاش چیه واقعا؟ اینطوری به همین ما تصورمون جور دیگه بود، فکر میکردیم ایشون مثلا اتفاقا استقبال میکنن اینا، میگن احسن بر شما که این قضیه رو پیگیری کردید، ولی ما دیدیم دارا قضیه همیشه بعد. بله، این برخورد جدی آقای خامنه ای است با پرونده سعید طوسی که نمیذاره این پرونده پیگیری بشه. چرا؟ چون که اگر که سعید طوسی بره زندان به داد آقای خامنه ای در شب و روز تنهایی در اونجا کی برسه؟ به هر صورت کلیپ بعدی رو ببینید. هر که خواسته این پرونده رو دنبال بکنه برکنارش کردن، حتی این حاج آقا ناطق مثل که فعلا قصر در رفته، نمیدونم گنده تر از کساییه که میشه راحت برکنارشون کرد. باری شوکات پرونده هم سال 92 هم امسال میرن قوم پیش عده از مراجب، شه آیت الله وحید خراسانی که صادق لاریجانی داماد ایشونه، پیش جوادی آملی، نوری همدانی، صبحانی، از هیچ کدومش نتیجه نمیگیرن. تنها کسی که از بین مراجع که لااقل یه پیغامی میده که پرونده دنبال بشه آیت الله علوی گرگانی است که اونم در سال 92 این پیغامو میده. نتیجهش چی میشه؟ در عرض یه هفته هم صدیقی از ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات برکنار میشه، هم کازرونی عضو مجلس خبرگان از امامت جمعه کرج. چرا؟ درست یک هفته قبل از اینکه صدیقی برکنار بشه آیت الله علوی گرگانی برای آقای صدیقی پیغام میده که پرونده طوسی رو دنبال کن. چرا نباید مسیر طبیعیشو طی کنه این پرونده؟ چون این بچه‌ها رفته بودن پیش آیت الله علوی گرگانی. خب با آیت الله علوی گرگانی کسی نمیتونه کاری داشته باشه، آدم گنده ایه، جز مراجعیه که به هر حال شأنی داره، هرچند که خیلی منتظر آیت الله منتظری هم شأن داشت اینا. باری صدیقی حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران یه هفته بعد از اینکه این پیغام میگیره و دنبال میکنه عزل میشه از ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات که به جاش نیری میره که اون قاتل معروف. این بچه های شاکی میرن پیش کازرونی امام جمعه کرج. وقتی میشه آقای کازرونی امام جمعه موقت کرج بودن، بعد قضیه رو گفتیم و اینا، گفتیم شما پیگیری کنید، شما مجلس خبرگان هستید، چرا این صحبت کردن؟ چرا مثلا اینطوری نظر فقهی دادن؟ مثلا درست بدن؟ بعد گفتن که آخه من نمیتونم برم اینو مطرح بکنم تو خبرگان. گفتیم ما نمیتونیم به آقا چیزی بگیم که اونه که ما حالا باید بیم تا اینو مطرح بکنیم اونجا. بعد بررسی کنیم چرا ایشون این حرف رو زد و اینها. بعد نمیدونم زارن رفته بودن یه کارهایی هم تیگیری هایی هم صورت گرفت. بعد دقیقا فاصله ای که آقای کاظمونی برداشته شد یه هفته بعد از آقای صدیقی بود، یه هفته بعد از اینکه آقای صدیقی از سمتش کنار رفت، آقای کاظمونی هم دقیقا از امام جمعه کرج که اونجا بودن اونجا موقتی کرج برداشته شدن. بعد از اون رفتیم پیش مراجع تقلید، یه بار سال 92 رفتیم، یه بارم الان رفتیم، گفتیم دیگه حجت تموم شده باشه اگه برای رسانه شدن. رفتیم اول پیش چند تا از این مراجع، من جمله همین آقای مکارم شیرازی که الان اینطور دارم برخورد میکنم، میگن نقل اتهامات این شخص
شاهای فحشا هستش و اینها، ما از طریق ایشون پیگیر شدیم. بعد اون کسی که حالا رئیس دفتر ایشون بودن اینها مطلب رو گفته بودن، مدارک و همه چی هم بهشون داده بودیم، گفته بودن که این مسئله باید سرانجام برسه. گفتش من با رهبری صحبت میکنم، جلسه اینا با ایشون دیدار داریم، مطرح میکنم که این پرونده اگه به نتیجه نرسه عواقبش خیلی بدتر خواهد بود، حتما پیگیری میکنم. بعد یه ماه گذشت و دیدیم اصلا هیچ پیگیری نشد. خامنه ای حاضره که هرچه مرجع و آخوند و سران کشوری و لشکری از همه رو بفرسته اون دنیا، منتها دل کندن از سعید طوسی برای آقا خامنه ای و اون دوران شیرین جوانی و حمام منصوری مشهد براشون خیلی سخته. ادامه کلیپ رو ببینید. نمیدونم حالا چیزی بهش گفتم بعدش، گفتم ول کن یا اینکه خودش منصرف شده، نمیدونم. سعید طوسی ببینین خودش چجوری برخورد میکنه با کارایی که کرده. تو صحبت تلفنی با پدر یکی از قربانیان تجاوز، اراده دیگه اینجوری نیستم. من یکی چوشون آلوده بگین حالا به حساب دیگران ندارم. بخدا حالا یک تونه بی نمازم پیدا میشه مسجد رو نیوردن به خاطر او. منم حالا خدا خیلی لطف کرد، بالاخره چون همین که گذشم خدای ما قدرت کردیم بگذر از ما ازالا آبروی من که آبروی ما اصلا آدم هم نیستم، از این حیوان هم هسته. به خاطر ما آدم آلوده بالاخره جامعه قرآنی اوضاعش به هم نریده، مردم نسبت به قرآن و هرچی قاری قرآن به اینا سردین میشه. این گذشته از این میشون بزرگ میشه، خودش بالاخره هدایت میکنه آدم ها. من چرا دادن بدبختی باید بشون کشون جلو هدایت جلو رشدشو بگیرم. شما حدی بزن دو سه جلسه اینشالا ردیف کنیم به امید خودشون به دیدار آقا حضور خونه توی جلسه رفت میشه. حالا نمیدونم چی بگم. حالا حاجی بزن جلسه تو ما ردیف میکنیم اینشالا، نمیدونم اگه قبول کنه من خودم باید صحبت کنم. دیگه ما آقا قدرت سرین تموم شده رفته دیگه، شما فکرش هم نکن. من پیش خدای خود توبه کردم، خدا که میگذره دیگه، حالا دنده خدا چرا باید سخت بگیره. بگیر حالا بالاخره این جامعه مجموعه شورا رو قرآن خواهد یک کاری انجام بده، یه دیداری پیش آقا باشه، جوری بشه که برخوردی بشه، شکلی بشه. من فکر میکنم یه مزاری فکرش کم کم مشغول چیزه دیگه میشه یادش بره. بله، این حرفای سعید طوسی در جواب طوسیانه شکایت هایی است که مال 5-6 سال پیشه در تهران. واقعا هیچ کم چی جوابایی نمیتونه بده. این مختص سعید طوسیه، میگه ببرمش پیش آقا یک دو بار قرآن بخونه یادش میره. چه بلایی بارها سرشو بردم. بچهای معصومه که این بلاها رو تو و بقیه قاریایی که این کارن سرشون میارین. هیچ بله، این کلیپ هم ببینید، پخش کردیم قبلا تو مشهد که جناب عالی بودین همین کارا رو میکرد. یکی از کسایی که الان 29 سالشه، 14 سالش بود اون موقع، عشقش این بود که بره کلاس قرآن استاد سعید طوسی. ایشون دقیقاً یه کوچه همون جای مسجدی که برگزار مراسم جلساتشون هفتگیشون برگزار میشد، دقیقاً یه کوچه قبلش یه آرشگاهی داشت، یه پرایشی داشت به نام آرش جمیل. ایشون به شغل آرشگری مشغول بود. من یادم اون زمان تازه این دوتا استخر بود تو مشهد، یکی استخر آستان قدس بود و یکی استخر ارمغان، که این دوتا استخرهای خیلی شیک و مدرنی بودن، خیلی امکاناتشون خوب بود و اون زمان سر زبونا افتاده بود که خیلی معصوم بود که میرفتن این عده. ایشون بعد از این مدت از اون قضایی که گذشته بود، مثلا حدود حالا نمیدونم چند ماهی بود که من پایش میرفت آمد داشتم و جلسات ایشون رو میرفتم، ایشون به من پیشنهاد داد که من آشنایی دارم اونجا، اگر شما دوست دارین علاقه دادی بیاد با هم این استخری بریم. من خب تعریفاشو خیلی شنیده بودم، تا حالا این استخر آسان قدسی که ایشون میگفت من نرفته بودم و خیلی واقعا علاقه داشتم که برم. قبول کردم و گفتم خب بریم استاد. واقعا خودم هیچ بهتر این نبود که حالا مثلا آقا چیسی بریم استخر. من باشون قرارشی گذاشته بودیم، رفتم مغازه ایشون و ایشون کارشون رو جمع کردن و رفتیم که بریم استخر. اون زمان یادمه این استخر آسمان قدس میگفتن که حالا اونجا پزشک داره از نظر سلامتی پوست و اینا یه چکاپی میکنه و افرادی که حالا مثلا یه مقدار کثیف باشن، مثلا حمام نکرده باشن یا مریضی پوستی چیزی داشته باشن، از ورود اینا جلوگیری میشه.
که میگفتن قبل از اینکه بخوای بری استخر حتما شما باید همون بری و مشکل پوستی نداشته باشی. ما داشتیم میرفتیم و یه آقای توسی به ما گفتش که خب ما الان داریم اینجا که تمام نرفتیم، خب تمام که باید بریم که اینجا به مشکل نخوریم. خب چیکار کنیم آقای توسی؟ من برم خونه و برگردم؟ نه، ایشون گفتش که نه نیازی نیستش، میریم همینجا یک حمام عمومی هستش و ما بریم در حمام عمومی یک دوشی بگیریم و خلاصه دیگه بریم اونجا که تمیزم باشیم و از نظر پزشکیش به مشکل نخوریم. رفتیم و یادمه محدوده سرای کاشانی مشهد بودیم، در خیابان کاشانی اونجا یک حمام عمومی بود و تقریبا زمانم تایم عصر بود. رفتیم اونجا و کسی هم نبود، تا فقط صاحبش بود و ایشون اصلا همه یه نمره گرفت. بعد من گفتم خب با چوسی شما میخوایی برو توی نمره؟ منم توی نمره دیگه. اصلا نیاز نیستش، حالا ما میتونیم حالا دیگه چی میده، زیاد چیز مهمی نیست. منم تا اون لحظه که در جریان چیزی نبودم و اصلا تو مخیل. خلاصه ایشون حکایت میکنه از جریان تجاوز جنسی که قاری بیت رهبری با ایشون داشته در حمام مشهد، چون که قضیه حمام و آج سید طوسی و خامنه‌ای برمیگرده به دورانی که آقای خامنه‌ای در مشهد بودن. و خلاصه برای اینکه اصل جریان رو الان دقیق متوجه بشید این کلیپ ها رو با هم میشنه. قول آقای مصباح یزدی هم معروف و مشهور است که میگوید که من آقای خامنه ای را در تدبیر شبیه معصومین علیهم السلام میدانم. خدا لعنت بکنه کسی را که غیر معصوم را به پای معصوم میکشند به خاطر طلب دنیا. شما ادعای عصمت نمیتونید بکنید، چون این گذشته اینها معلومه. بله علمایی که بله گذشته این را در حمام منصوری میدانند اونها هنوز زنده هستند. کسانی که گذشته این را دیدن در حمام منصوری هنوز اونا زنده هم، تو چطور میتونی در اسمت کسی که هنوز شاهدان حمام منصوری هنوز زنده هم؟ بله این را هم بشنوید. ایشان برادر بزرگوار من، من اینو بگم آقای خامنه ای خیلی کثیفه، خیلی زیاد نجسه، یعنی بابا کرم خیلی بابا کرم چیزی نیست. شما بدانید که این آقای خامنه‌ای اینقدر نجسه، اینقدر کثیفه، در اون زندان روحانیون بینندگان محترم، روحانیونی که اهل دروغ نیستن، اهل نماز شب هستن، به من گفتند با یک واسطه که آقای خامنه‌ای در زندان کارهای خیلی نجس منافی عفت دیگر خودتان بدانید مرتکب می شده. اینو خودتان بدانید دیگر چیه دیگر منظور همون مال قضیه حمام منصوری در زندان هم اتفاق افتاده. اینو من از روحانیون شنیدم که اهل نماز شب با یک واسطه به من نقل کردن، با یک واسطه نقل کردن. این خیلی آدم نجسی. این ارتباط آج سعید طوسی و حمام و خامنه ای و اینا دیگه کم کم داره روشن میشه. این کلیپ هم اینید جالبه. دوستان عزیز بیننده، چون ایام فرحت الزهرا سلام الله علیها هست، یکی از اموری که درباره آقای خامنه ای کمتر گفته شده بیان شده اینه که ایشان چون در نوجوانی هم یک مقدار خوشگل بوده و هم یک مقدار مثلا با این آدمای لات و سبیل کلفت و اینها رفت و آمد داشته و نشست و برخاست بیجا داشته. بله این سبیل کلفتایی که با اون رفت و آمد داشته به این اسمشو پری گذاشته بودن، لقب پری به او داده بودن، یعنی به عنوان این که یک که خوشگل و مؤنث و مثلا مورد استفاده اونها هست به این میگفتن پری. این را این در بین روحانیون قدیمی معروف و مشهوره و اونها به من گفتن که این بله به این اندازه وضع این ملعون خراب بوده در اون زمان. الان شاید متوجه شده باشید که چرا خامنه ای جلوی پیگیری این پرونده رو میگیره و نمیذاره که این قضیه پیگیری بشه توسط دادگاه. و چون که مشکل است که ایشون یک عمر از دورانی که مشهد بوده با آج سعید طوسی خلاصه ارتباط داشته و اینم شاهدی از بین خودشون است از
فارغ تحصیلان حوزه علمی قم و این ادارم کرده که حاضر در هر دادگاه بیطرف 4 تا شاهد عدل بیاره که این آقا مرتکب این عمل زشت شده. و بله ترک عادت احمد جان میگه موجب مرض است و این همچین ادامه داره. و خامنه ای هم چون به این سن و سال رسیده دیگه مشکله از این تن فروشی دست برداره. آقا ابوالقاسمی من نمیخواستم این کلیپ ها بود، یعنی نمیخواستیم این موضوعات رو مطرح بکنیم، اما شما عاشق اینجور موضوعات هستید، دوست دارید این چیزا مطرح بشه و بعد از پایان برنامه هم انشالله کلیپ آقای خامنه ای رو دوستان آماده بکنن، من تقدیم حضور ایشون و همه ولایت مداران میکنم در شبکه ولایت. و بدانید که ما اینطوری جوابتون میدیم، اگر بحث علمی و منطقی دارید به جایی که برید دنبال یه وبسایتی و بعد ازش شروع بکنید به فحشکاری، میتونستی که خیلی راحت اعتراف بکنید که اشتباه کرده، اما شما خونده نه اعتراف نمیکنید، میمیرید با همون جهل و تعصب و دروغ و بدبختیتون، اما حاضر نیستید که از آنچه که انجام دادید و دروغی که گفتید دست بردارید.